شون همونطور که اشاره کردیم تعالیم حضرت بها الله رو تبیین کردن تشریح کردن توضیح دادن برای جامعه بهایی و برای اهل عالم نکاتی رو که مبهم بود ایشون آشکار کردن روشن کردن سوالاتی رو که در مورد تعالیم وجود داشت ایشون پاسخ دادن و در آثاری که نوشتن به بست و توسعه این تعالیم همت گماشتن و خلاصه میتونیم بگیم که واقعا اگر حضرت عبدالبها نبودن محال بود که امر بهایی به عنوان یک دیانت جهانی به یک دیانت جهانی تبدیل بشه یعنی این حضرت بهاول حضرت عبدالبها بودن که تعالیم حضرت بها الله رو اه برای اهل عالم روشن کردن توضیح دادن و به عنوان یک دیانت جهانی معرفی کردن خیلی ممنونم این البته مطالبی که شما بیان فرمودید از نقطه نظر بهاییان و جامعه بهایی مهم هست که نقش ایشان در ارتباط با همطور که فرمودید توضیح و تشریح و تبیین آیات هسته به چه بوده حفظ وحدت در جامعه بهایی چه بوده البته این رو که شما فرمودید طبیعتاً به این مفهوم نیست که اختلاف وجود نداشته اما همطور که فرمودید تشعب شعب, شعب, شعب شدن و فرق فرق شدن درست. تحقق پیدا نکرده و جامعه باهای وحدت خودش رو حفظ کرده اما به حال افرادی بودن که به حال مخالفت هایی هم کرده بودن که منتها چون خیلی جزئی بوده و تعدادشون خیلی کم بوده نتیجه ای حاصل نبردن اما شخصیت حضرت عبدالبها از نقطه نظر اثری که ایشان داشتن در جامعه خارج از در باقی جامعه خارج منظورم جامعه عمومی خارج از جامعه بهای. علاوه بر جامعه بهای. ایشان به خاطر آثارشون و به خاطر نحوه عملکردشون و در واقع نمونه حیاتی که ایشون داشتن چه جوری زندگی کردن اینها خب نه تنها در بین فارسی زبان ها و آثار فارسی زبان بلکه در خاور میانه اون زمان و بعد در اروپا و آمریکا شخصیت بنام و شناخته شده بودند و میخواستم از شما خواهش بکنم که در این مورد برای بینندگان عزیزی که ممکنه آشنایی نداشته باشند با شخصیت عبدالبها توضیحاتی بفرمایید چون این البته ابعاد مختلف داره میدونم این سوال خیلی کلی هست بله ولی شما از یه جا شروع بفرمایید حالا ببینیم که بله بله. به کجا خواهیم بسیار عالی همطور که اشاره فرمودین حضرت عبدالبها در خارج از جامعه بهایی هم به عنوان یک شخصیت بین المللی به عنوان یک مروج و حامی صلح مشهور بودند چون این برنامه به مناسبت سعود حضرت عبدالبه هاست میتونیم این اشاره رو بکنیم که وقتی حضرت عبدالبه سعود فرمودن بقید. یعنی فوت کردن و از این عالم رفتن در مراسم تشییع جنازه ایشون حدودا ده هزار نفر از اهالی فلسطین شرکت کرده بودند و اینها از هر سه دیانت اسلام، مسیحی و یهودی بودند و علمای هر سه دین در ستایش مقام حضرت عبدالبها به عنوان مروج صلح به عنوان رفیق رفیق و دوست فقرا و یتیمان و بیوه زنان سخنها گفتن که این که در کتب تاریخی حفظ و ضبط شده همینطور هم حضرت عبدالبها در 1911 بعد از سالها زندانی بودن و تحت اسارت بودن پس از اینکه آزادی پیدا کردن بنا به خواهش بهایان غربی سفرهایی به اروپا و قاره آمریکا کردند یعنی امریکای شمالی یعنی کانادا و ایالات متحده و در شهرهای مختلف و در دانشگاه ها و در مراکز صلح و در انجمنهای های صلح و اتحادی های کارگری و در مصاحبه با روزنامه نگاران تعالیم حضرت بها الله رو توضیح دادند و در عین حال راجب مختزیات تمدن عصر جدید و و اینکه چگونه بایستی ما صلح رو الان وقت صلح هست و اگر ما صلح رو در عالم برپا نکنیم جنگ شدیدی در پیش خواهد اومد اینها همه درست در سالهای سه چهار سال قبل از شروع جنگ جهانی اول بود در این مطالب صحبت فرمودن و, و اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران روزنامه های بسیار معتبر مثل نیویورک تایمز در مقام ایشون مقالات نوشتن و ایشون رو پیامبر صلح نامیدن بله. و همینطور بسیاری از علمای شرقی هم که به حضور حضرت عبدالبها رسیدن در مورد مقام ایشون صحبت ها کردن البته مقام حضرت عبدالبها در ایران اونطور که باید و شاید نه به عنوان یک بهایی به عنوان یک شخصیت ایرانی به عنوان یک فیلسوف و به عنوان یک مروج صلح چندان شناخته نشده و اون هم خیلی واضحه به دلیل این بهایی ستیزی است که از ابتدای تعالی آین بهایی در ایران وجود داشته و مقام و اصولا هر آنچه که به دیانت بهایی مربوط می شده مورد تحقیر و تضعیف قرار می گرفته در نتیجه مقام حضرت عبدالباها هم اونطور که باید و شاید برای فارسی زبانان و اهل ایران چندان شناخته نیست ولی با کمی دقت و تأمل در مقام حضرت عبدالبها و در آثاری که ایشون از خودشون به جا گذاشتند و همچنین در مورد و کارهایی که کردند اونها رو ما بدون تعصب و فارغ از این مسائل سیاسی روز نگاه بکنیم می‌بینیم که ایشون نه تنها شخصیتی بودند که از نظر دیانت بهایی و جامعه بهایی شخصیت ممتاز و برجسته ای هستند بلکه به عنوان یک ایرانی هم و به عنوان یک فیلسوف و متفکر شرقی هم مقام خاصی در دنیای معاصر دارند که این در آینده قطعا شناخته تر خواهد شد